لبنان بر لبه پرتگاه ایستاده است. آثار 15 سال جنگ داخلی در همه جای کشور مشهود است. و سایه جنگ پیوسته توافقات سیاسی تازه را تهدید می کند. پیچیدگی سیاست لبنان آن را به یک پازل شبیه می کند و بسیاری باور دارند که سعد حریری کسی است که می تواند قطعات این پازل را کنار هم بگذارد. آقای حریری، ممنون که گفتگو با یورونیوز را پذیرفتید. امسال برای لبنان سال مهمی است. انتخابات مجلس بعد از حدود یک دهه برگزار شد، اما با گذشت بیش از 3 ماه هنوز موفق به تشکیل دولت نشده اید. چرا این کار تا این حد دشوار است؟ آیا این امر به این معنا نیست که اداره این کشور واقعا برای شما ناممکن است؟ من فکر می‌کنم به تشکیل دولت خواهیم رسید. مردم ما باید درک کنند که این دولتی است که بناست 4 سال دوام بیاورد. همانطور که شما گفتید، این دولتی است که پس از 10 سال دوری از انتخابات شکل می‌گیرد. بنابراین مجلس جدید اعضای تازه دارد و ابعاد احزاب سیاسی هم تغییر کرده است. بنابراین چالش تشکیل دولت اتحاد ملی کمی دشوارتر است، چون احزاب بسیار متفاوتی داریم که باید رضایت آنها را به دست آورد و باید دید کدام حزب سیاسی در کدام قسمت چه مطالباتی دارد. تنها دلیل دشوار بودن کار همین است. اداره یک کشوری نظیر لبنان کار آسانی نیست. شما تاریخ پیچیده‌ای دارید. میان ادیان مختلف توافقنامه‌های پیچیده‌ای برای تقسیم قوا وجود داشته و اکنون هم جنگ پیرامون شما را فرا گرفته. بسیاری می‌گویند شما فردی هستید که قطعات مختلف را برای تکمیل این پازل در اختیار دارد. چرا چنین است؟ به نظر خودتان چرا شما فرد مناسب برای هدایت لبنان هستید؟ فکر می‌کنم به این دلیل است که من پیش از آن که به خودم فکر کنم به لبنان فکر می‌کنم. فکر می‌کنم به کسی نیاز داریم که بتواند با همه، یعنی با همه احزاب سیاسی که در دولت جا می‌دهیم، صحبت کند. اگر می‌خواهید یک دولت توافقی داشته باشید، همه باید کمی با دیگران سازش کنند و من گهگاه مایلم کمی بیش از معمول هم سازش کنم، چرا که باور دارم کشورم مهمتر از حزب سیاسی من و دیگران است. شما سال گذشته استعفای خودتان را از تلویزیون عربستان سعودی اعلام کردید. فکر می‌کنم نه تنها این واقعیت که شما استعفا دادید، بلکه شیوه انجام این کار هم شوکه کننده بود، هم برای حامیان شما و هم برای تمام دنیا. چه اتفاقی افتاد؟ چرا به این شکل عمل کردید؟ می‌خواستم به نظام خودمان شوک وارد کنم، چون باورم این بود که دولت به مسیری افتاده که افراد دارند جهتگیری می‌کنند و دیگر نمی‌توانستند کشور را اداره کنند. علاوه بر این می‌دانید که با چالش‌هایی که در منطقه داریم، لبنان باید بتواند در وضعیتی باقی بماند که در آن موضع‌گیری نکند. استعفای من اساساً یک شوک مثبت بود برای هشدار دادن به مردم که می‌گفت گوش کنید، راه پیشرفتن این نیست، راه پیشرفتن این نیست که لبنان را بی‌طرف کنیم، بلکه آن است که مسیر کشور را از راه درگیری‌های داخلی بین اعراب جدا کنیم. اما مسئله بیش از ارسال یک پیام قوی بود. مسئله شیوه بیان شما و جایی بود که از آنجا صحبت کردید. می توانید درباره رابطه‌تان با عربستان سعودی بگویید؟ رابطه من با عربستان سعودی عالی است. این هم به نفع لبنان و هم به نفع عربستان سعودی است. باید درک کنیم که امروز خلیج فارس هم با تمامی آنچه در یمن روی می‌دهد در شرایط دشواری است. برای همین ما در لبنان باید به منافع ملیمان چشم بدوزیم. منظورم این است که درگیر شدن در یمن یا درگیر کردن خودمان در سوریه فقط برای لبنان مشکل و دردسر به بار می آورد. متوجهم که برخی احزاب سیاسی در لبنان دیدگاه متفاوتی در این باره دارند و همین مسئله بود که داشت کشور را فدا، البته نه فدا بلکه فلج می کرد. یعنی وقتی اختلافات سیاسی ما مهمتر از منافع کشور بشود، چون این وضعی پیش می آید. لبنان الان به چه نیاز دارد و تمرکز شما بر چه خواهد بود؟ اصلاحات. ما به اصلاحات نیاز داریم. باید بر اقتصادمان تمرکز کنیم. مشکل پناهجویان را داریم. با 1.5 میلیون پناهجو روبرو هستیم.
این مسئله است که باید آن را یک صدا در لبنان تغییر بدهیم. البته پیشگامی هایی مانند اقدامات روسیه از این سو و آن سو در کار بوده و ما باید با روسها در این زمینه کار کنیم تا اقدامات آنها عملی بشود. برای نمونه می دانید که ما مایلیم پناهجویان به شکل داوطلبانه به سرزمینشان برگردند و باید تضمین کرد که رژیم سوری اقدامی علیه این پناهجویان نکند. این مسئله است که جامعه ما هر روز از آن رنج می‌برد و اگر بر روی استراتژی برون رفت از این شرایط کار نکنیم، فقط لبنان و منافع لبنانی ها را ناکام گذاشته ایم. به موضوع استعفای شما در سال گذشته برمیگردم. شما برای نابسامانی و ویرانی لبنان ایران را سرزنش کردید و گفتید حزب الله در این کشور بازوی ایران است و شما گفتید قدرت سلاح‌های این کشور لبنان را در عمل انجام شده قرار داده است. حالا حزب الله و متحدانش اکثریت مجلس را در اختیار دارند. این به چه معناست؟ آنها اکثریت مجلس را در اختیار ندارند. این درکی است که مردم یا گزارش‌های برخی رسانه‌ها در جامعه بین الملل رواج داده. حزب الله فقط بین 30 تا 40 عضو در مجلس دارد. امروز مجلس به 3 یا 4 بخش عمده تقسیم می‌شود. کسانی در جناح‌های راست و چپ و میانه قرار دارند و افرادی هم هستند که به جناح راست یا چپ یا میانه نزدیکند. وقتی من استعفا کردم درباره تمام اینها صحبت کردم و گفتم من امروز اعتقاد دارم که ما تفاوت‌های سیاسی داریم. حزب الله این را می‌داند و من نیز می‌دانم. آنها هرگز سیاست من در قبال منطقه خلیج فارس را نمی‌پذیرند و من هم هرگز سیاست آنها را درباره ایران و دیگر مسائل نمی‌پذیرم. اما این به این معنا نیست که باید کارکرد کشور را متوقف کنیم. تلاش دارم به این برسم. البته ما همیشه این تفاوت‌ها را خواهیم داشت و همیشه بر سر آنها بحث و جدل خواهیم کرد. اما ما چه می‌کنیم؟ آیا بر این مسئله تمرکز می‌کنیم؟ تمرکز من بر این است که بگویم این مسائل را روی میز مذاکره بگذاریم و با آرامش درباره آنها گفتگو کنیم و ببینیم راه حل‌ها کدامند و چطور باید این مسائل را حل کنیم. آنچه ما را دور هم نگاه می‌دارد بسیار بیشتر از چیزهایی است که ما را از هم جدا می‌کند. ما می‌توانیم کارهای بسیاری برای این کشور بکنیم. مثلا در زمینه اقتصاد همه مایلند با فساد مبارزه کنند. همه به انجام اصلاحات تمایل دارند. به نظر می‌رسد تمامی نیروهای مخالف دولت در سوریه به نوعی تسلیم شدند و اکنون در ادلب شاهد برنامه دولت برای اجرای حملات عظیم ارتش هستیم که می‌تواند به معنای پایان جنگ در سوریه باشد. این امر برای لبنان چه معنایی دارد؟ فکر می‌کنم روسیه در این بین تکلیف را روشن کرده. سوریه در کنترل روسیه است. بنابراین ما با روس‌ها طرف خواهیم بود. و رابطه‌تان با روسیه چطور است؟ بسیار خوب است. من با روسیه و رئیس جمهور پوتین رابطه بسیار خوبی دارم و احترام بسیاری برای او قائلم. معتقدم پوتین کسی است که ما می‌توانیم با او کار کنیم. پس فکر نمی کنید که باید با بشار اسد طرف شوید؟ ترجیح می دهم با رئیس جمهور پوتین طرف باشم. یکی دیگر از رهبران جهان که به نظر می رسد با او به خوبی کنار می آیید، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکاست. رهبری او در منطقه را تحسین کرده اید. آیا رفتار وی در خاورمیانه خوب است؟ فکر می کنم رئیس جمهور ترامپ کسی است که در مواضعش بسیار شفاف است. چیزی را که میگوید انجام میدهد. مشکل ما در گذشته این بود که نمیدانستیم سیاست های او کدام است. اما امروز دست کم میدانم سیاست او چیست و چطور می شود در حول و حوش این سیاست کار کرد. دست کم کسی هست که می توان با او صحبت کرد. می توانیم با او درباره وضعیت من گفتگو کنیم. من معتقدم با اوضاعی که سوریه دارد به نظر می رسد جنگ در حال پایان است. اما واقعا جامعه بین الملل وظیفه دارد برای مردم سوریه کاری بکند و می دانید که رهبری جامعه بین الملل در حال حاضر با ایالات متحده و اروپا است و سیاست های گذشته جامعه بین الملل ناکام مانده. در حالی که فکر می کنم تا سال 2015 نه داعش در کار بود و نه جبهه نصرت و نه هیچ کس دیگر، فقط مردمی در سوریه بودند که علیه دولت خود قیام کرده بودند و به خاطر چند شاخگی میان مردم و سرکوب دولت و استفاده از انواع سلاح‌ها و گازها بود که داعش و تمام دیوانگان اینچنینی پیدا شدند
و انقلاب سوریه را ویران کردند. این گروه ها حالا دارند به سزای خود می رسند. Prime Minister Hariri, thank you very much for speaking to us. Thank you.